در ماه اپریل سال روان بنیاد شعر و هنر جوانان در ایالات متحده 17 مراسم رسمی سالانه برندگان مسابقات هنر جوان را در کتابخانه کانگرس تجلیل کرد. در میان آن چند تن از جوانان آمریکایی و از کشورهای دیگر و یک تن از جوانان افغان که در کویت پاکستان مهاجر است نیز مدال و تصدیق‌نامه‌هایی را به دست آوردند. گزارش را در این مورد از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشاهده می‌کنید. برنده آثار نقاشی و هنری بنیاد ریورز آف ووردز امسال روح الله حسنی جوان 16 ساله مهاجر افغان می باشد که در کویته پاکستان به سر می برد. در مکتب صنف 5 بودم که رو به طرف نقاشی کردم. تقریبا مدت 5 سال میشه. در سال 2007 من شروع کردم به رو به طرف نقاشی کردم و کار خود را آغاز کردم. پاملا مایکل مسئول این بنیاد میگوید 13 سال قبل نامه یک پسر خردسال را دریافت کردم از کمپین مهاجرین در کویت پاکستان که نوشته بود در مجله مطالعه کرده است که مؤسسه شما مسابقه هنری را دایر می کند. آیا می توانم در این مسابقه شرکت کنم؟ و من فورا جواب مثبت دادم که بعد از آن او قطعات مختلفی از کارهای هنریش را برای ما از طریق پوسته همه سال ارسال می کرد و امسال اثرش برنده جایزه شد. روح الله حسنی حدود 40 تا 50 اثر هنری دارد که اکثرا پورتریت و پنسیلی می باشند. پیش 5 استاد کار کردم که دوری طراحی خود را پیش استاد احمد زیا کار کردم و رنگ پنسیل کلر پاستل کلر پیش استاد طالب صالحی و بعد رنگای پاستل و آبی رنگ را پیش زمان موج کار کردم و رنگ روغن را پیش حسن لطیف و برفعلا من خودم کار میکنم پیش استاد نوروز مسافر هستم. مادر وی که او را در این سفر امراهی کرده است غرق هیجان است. افتخار نم که بچه خوبی زحمت کش هست که امی زحمت ازی بود امی هنر ازی بود که امروز ما ازی در واشنگتن دی سی روبروی شما دیدن با شما کتم دیدن با امریکا کتم. تشکر از دولت امریکا، تشکر از پاملا مایکل، تشکر از استاد حسن علی عطیف، از تمام استاد نوروز، از تمام استادایش که زحمت کشیده، استادای خوبی دلسوز داشت و پشتکار خوش بود که بچه در این مقام رسیده احساس خوشی دارم. روح الله احساسات خود را چنین شرح می کند. امی جایزه که بر خود گرفتیم ایرا بر خود، بر فامیل خود قبول نمی کنم. بر اون مردم هایی که مهاجر در پاکستان است، برای مخصوصا برای نوجوانان که بچه مشکلات، بچه رنج ها، بچه زحمت خود را از اون جای وحشتناک خود را نجات می دهد. من او جایزه را برای آنها قبول می کنم و احساس بسیار خوشی می کنم. وای که مدت 14 سال است در کمپ مهاجرین در کویته پاکستان به سر میبرد میگوید شرایط و وسایل کار نقاشی به دسترس وای و امثال وای خیلی کم است، لکن بان هم تلاش می نماید به هنر خود ادامه دهد. همین فریاد های مردم، فریاد هایی که مردم و مهاجر است در کشورهای بیگانه، امی چیز ها مرز زیادتر رنج می دادم. امی توسط زی هنر خود ما می تونم امی احساساتی که مردم ما فریاد می زند، مردم که دست به فیغان به کشورهای دیگر است، ما می تونم توسط زی هنر خود آشکار بساز. حسنی در مورد نقاشی خودش که حائز جایزه شده است صحبت کردم می گوید او نقاشی که برندشت است، او نقاشی پنسیل تر کار کردم، امی مهاجریت را امی فقری را نشان می دهد. اما مردم که کشور خود را اعلام می کند بیگانه می شود، از کشور خود به دیگر کشور می رود، اما کشور دیگر باید پناهنگی برای مردم مهاجر باید بدهد. پیامش او بوده، ولی من خودم امو پرنده ها را مثال شاورتم، امو اگزامپلش میزنم پرنده ها را وقتی که پر می زند از جای به جای دیگر می رود. پیامش به همسن سالان خودش این است که به هرچی شوق و استعداد خود را میابند در آن راه زحمت را به خود متقبل شوند، به این ترتیب میتوانند به امیال خود برسند. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.